تلسکوپ فضایی جیمز وب اولین سیاره فراخورشیدیش رو کشف کرد. تلسکوپ فضایی جیمز وب NGC-346 یکی از پویاترین مناطق ستاره‌زایی رو در نزدیکی کهکشان راه شیری که در یک کهکشان به نام ابر ماجلانی کوچک قرار داره مشاهده کرد. سلام، به کانال مدیا 369 خوش اومدین. امروز قصد داریم به این موضوع که جیمز وب یک سیاره شبیه زمین رو کشف کرد بپردازیم. پس با ما همراه باشید. رصد کیهان با تلسکوپ فضایی جیمز وب. تلسکوپ فضایی جیمز وب میتونه یک دستاورد کیهانی دیگر رو به لیستش اضافه کنه. این رصدخانه فضایی برای اولین بار برای تایید وجود یک سیاره فراخورشیدی استفاده شده. این جرم آسمانی که با نام LHS-475B شناخته میشه و خارج از منظومه شمسی ما قرار داره، تقریباً به اندازه زمینه و در فاصله 41 سال نوری از ما در صورت فلکی اوکتان قرار داره. داده‌های قبلی جمع‌آوری شده توسط ماهواره بررسی سیاره فراخورشیدی ناسا یا تس احتمال وجود این سیاره رو نشون میده. تیمی از محققان به رهبری کوین استیونسون، ستاره شناس معروف، و جاکوب لوستیگیاگر، دانشجوی فوق دکترا در آزمایشگاه فیزیک کاربردی دانشگاه جان هاپکینز در لورل مریلند این هدف رو با استفاده از وب مشاهده کردند. اونها هنگام عبور سیاره از مقابل ستاره میزبان خود نور ستارگان رو مشاهده کردند. لوستیگیاگر در بیانیه‌ای گفت شکی نیست که این سیاره در اونجا وجود داره. کشف این سیاره در نشست انجمن نجوم آمریکا در سیاتل اعلام شد. این تصویر سیاره فراخورشیدی LHS-475B صخره‌ای و تقریباً به اندازه زمین رو نشون میده. وجود این سیاره توسط تلسکوپ وب تایید شده. استیونسون گفت این واقعیت که این سیاره کوچک و صخره‌ای هم هست برای رصدخانه قابل توجهه. وب تنها تلسکوپیه که توانایی توصیف اتمسفر سیارات فراخورشیدی به اندازه زمین رو داره. تیم تحقیقاتی از وب برای تجزیه و تحلیل این سیاره در طول موج‌های متعدد نور استفاده کرد تا ببینه آیا جو داره یا نه. در حال حاضر تیم وب قادر به نتیجه گیری قطعی نیستن، اما حساسیت تلسکوپ روی طیف وسیعی از مولکول‌های موجود مشاهده میشه. لوستیگیاگر گفت برخی جوهای زمینی وجود داره که میتونیم اونها رو رد کنیم. نمیتونه جو غلیظی با متان شبیه به قمر تیتان زحل داشته باشه. ستاره شناسان فرصت دیگه‌ای برای رصد دوباره سیاره در تابستان خواهند داشت و تجزیه و تحلیل‌های بعدی رو در مورد حضور احتمالی جو انجام میدن. جیمز وب اعلام کرد که این سیاره چند صد درجه گرم‌تر از سیاره ماست. اگر محققان توده‌هایی رو در LHS-475B شناسایی کنن، ممکنه معلوم بشه که بیشتر شبیه زهره است که به عنوان دوقلوی داغ‌تر زمین با جو دیوکسید کربن در نظر گرفته میشه. این گرافیک تغییر در روشنایی نسبی ستاره و سیاره میزبان رو نشون میده که 3 ساعت طول میکشه. لوستیگیاگر گفت
ما در مطالعه سیارات فراخورشیدی کوچک و صخره‌ای پیشتاز هستیم. ما به سختی شروع به خراشیدن سطح جو اونها کردیم. این سیاره هر دو روز زمینی یک دور به دور ستاره میزبان کوتوله سرخ خود کامل میکنه. با توجه به اینکه این ستاره دارای کمتر از نیمی از دمای خورشید ماست، این امکان وجود داره که این سیاره با وجود نزدیکی به ستاره همچنان بتونه جو خود رو حفظ کنه. محققان بر این باورن که کشف اونها اولین مورد از بسیاری از موارد در آینده وب خواهد بود. مارک کلامپین، مدیر بخش اخترفیزیک در مقر ناسا در بیانیه‌ای گفت این اولین نتایج رصدی از یک سیاره سنگی به اندازه زمین در روبروی بسیاری از احتمالات آینده برای مطالعه جو سیاره‌های سنگی با وب باز می‌کنه. وب ما رو به درک جدیدی از جهان‌های زمین مثل خارج از منظومه شمسی نزدیک و نزدیک‌تر می‌کنه و این مأموریت تازه شروع شده. حالا از گرد و غبار مشاهدات وب بیشتری به اشتراک گذاشته شد. از جمله نماهایی که قبلا دیده نشده بود، از یک دیسک غبارآلود که در اطراف یک ستاره کوتوله قرمز در مجاورت میچرخه. تصاویر این تلسکوپ اولین باریه که چنین دیسکی در طول موج‌های مادون قرمز که برای چشم انسان نامرئی هستند ثبت شده. این دو تصویر دیسک زباله گرد و غباری رو در اطراف ایومیک، یک ستاره کوتوله قرمز که در فاصله 32 سال نوری از ما در صورت فلکی میکروسکوپی قرار داره، نشون میده. دیسک گرد و غبار اطراف ستاره که ایومیک نام داره، بقایای شکلگیری سیاره رو نشون میده. نظر شما درباره مطالعات جیمز وب چیه؟ آیا فکر می‌کنید سیاره دیگه‌ای در این دنیا وجود داره که مناسب زندگی انسان‌ها باشه؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.